واقعا آقای همینطوره. فتی، شنیدم که شما با حافظم منوسین و بله الان هم از که یه دیوان حافظ آوردین اینجا. بله، ما کم و بیش ارتباط با خواجه داریم، هم همشهریمونه بالاخره، بله بله همون بله باش رفیقیم، البته نه من با به همشهری، بلکه بله من با خواجه بین شیراز ایشون. مال همه ایرانه. یه میشه یه فالی بگیرید با اون دیوان برای ما و برای بینندگان، یه جا به نیتی تاثیر بکنن؟ خطرناک باشه این دفعه. نه حالا بالاخره ما زدیم بر سفر رندان، هر آنچه باد آباد دیگه، یه نیتی میکنیم با بینندگان. بسم الله الرحمن الرحیم. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. پیش بالای تو میرم، چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. اینا تو وصف حال برنامه ما هم هست یادت باشه. من این بهید و یک دفعه حالا آجا خفر بودن، آب آتش به همه آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که بس شعبده باز آمده ای. آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب، کشته غمزه خود را به نماز آمده ای. زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم، مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ای. گفت حافظ دگرت خرقه شراب آلوده است، مگر از مذهب این طایفه باز آمده ای. احسنت. انشاءالله که ما خرقه را پاک کنیم، خود آقا با قندیات به ما نگاه بکنه. بله من با این دستان پر قدرت و با سواد شما در واقع باید گفت الان دستان آقای فتی میخوندن و نشون میده که اگر خدا یک عضوی رو از انسان گرفت، یا عضو دیگه میتونه تا حدودی کار اون رو انجام بده. یه چنین دستان پر قدرتی هم انشاءالله به ما بده. گفت لقمان حکیم را گفتن حکمت از که آموختی، گفت از نابینایان، تا جای قدم استوار نکنن گام بر نمیدارن. من کمتر نابینایی دیدم آقای فتی که به خاطر نابیناییش تو جوب افتاده باشه، ولی ما چشم برا تا حالا بارها افتادیم تو جوب. البته ما بینا به کس به کسی نگین، خود من دو سه بار افتادم. حاجا ما بینا زیاد تو جوب انداختنمون ایدا. فرمان خیلی از بیناها ما رو انداختن تو جوب. بله. خب من یه سوالی میخوام از خانم علایی بپرسم. زندگی کردن با نداشتن یک، عرض کردم، عضو هیئت رئیسه مثل چشم کار سختیه. شما تو خونه علل قاعده، چون من یک شب شام هم مزاحم شما بودم در منزلتون و چه شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید، خیلی هم خوش گذشت به ما اون شب. منتها اون شب خب شما از بستگانتون هم اونجا تشریف داشتن، مثل که همشیره شما بودن خانم علایی و داماد گرامیتون و کمک میکردن. منتها شما اکثر اوقات و یا همه اوقات تو خانه تنها هستید. با زندگی آیا کنار اومدید یا میسازید میسوزید؟ با زندگی هم ما میسازیم، هم اون ما رو میسازونه. اما من فکر میکنم که تصور از زندگی، اگر یک تصور فرابینایی باشه، تصور درستی میشه و زندگی مشکلاتی که همه بهش فکر میکنند رو نداره. از اون اولی که ما میخواستیم ازدواج کنیم، دقیقا همین نوع سوالات تو ذهن نزدیکترین افراد ما بود که شما میخواین چیکار کنید. بالاخره یکی میگه اگه فردا سوسک اومد خونتون چیکار میخواید کنید؟ خیلی از این سوالات رو از ما میکردن، فردا مثلا شما غذا چجوری میخواید درست کنید، نمیدونم اگه غذا داشت میسوخت چیکار میخواید بکنید. خب خیلی هم تو دل ما رو خالی کردن با این سوالات، به خصوص که هم من خیلی ناشی بودم، هم با اجازه های فتی ناشی بودند. چون ناشی نبودن، آماتور بودن. حالا کلمه دیگه به کار ببریم که بلد نیستیم. ما حرفه‌ای بودیم تازه. و با این
الفاظ خیلی تو دل ما رو خالی کردن و خیلی کورس ناامیدی زدن برای ما، اما وقتی وارد زندگی شدیم دیدیم که با کمترین چیزها میشه ساخت. اگر امروز یه غذایی رو بلد نبودیم درست کنیم، خب درست نمی کنیم، نمی خوریم، به مشکلی بر نمی خوریم. ولی اگر یه زمانی یادمون رفت که باید بین زن و مرد احترام و عفت کلام باشه، اون وقت اونجا زندگی دچار مشکل میشه. این طوفان ها رو به ما نشناختن، در واقع معرفی نکردن و نشناسوندن. کم کم با اینها ما اونس گرفتیم و اینها رو تجربه کردیم بیشتر تو زندگی. با مشکل خاصی برخورد نکردیم تا به حال تو زندگی، از جهت زندگی های روزمرگی. اون شب هم که شما زحمت کشیدید و قدم بردیده ما گذاشتید، خواهش میکنم، تمام فعالیت های قبلش رو آقای دکتر انجام داده بودن، چون اون روز مراسمی بود، ما خدمت شما بودیم. بله، در شهر ری خدمتون بودیم. ما جا قسمم بخورم. ایشون فرمودن که در واقع چون شما میزبان اون مراسمید، برید، من اینجا کارا رو انجام میدم دیگه. ما به اتفاق همشیره با هم همزمان وارد منزل شدیم که بالاخره آقای فتی غذا هم درست میکنن خونه؟ بهتر از بنده. بهتر از شما. خانم دکتر نیاز به میکروفون مگه ندارن؟ واقعیت همه زندگی همه ما انسان هاست، اگه به این نتیجه برسیم که هر چی داریم از خداست، خیلی از مشکلاتی که الان توی زندگی ها وجود داره دیگه ناخودآگاه به وجود نمیاد. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آور در این دیر خراب آبادم، چون دوتا کلمه آخرش که در واقع همون خراب آباده، که این دیر هم میتونه راه زندگی خراب باشه اگر اعمال ما یه طوره باشه که ما به اسفل و سافلین یا به درجات پایین گرایش پیدا کنیم، میشه در واقع به جایی در واقع میرسه که انسان از حیوانات هم پستر میشه، ولی نمیتونم به یه جایی برسه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، که این در واقع همون معراجی هست که حتی خود جبرئیل علیه السلام هم توی یه جای دیگه به پیغمبر فرمود اگه من ذره نزدیکتر بشم دیگه بالهام میسوزه. اگر بخوام نمره بدم به خودم، از 100 به خودم شاید 20 بدم. یعنی بارها و بارها و بارها باید تو گفتم من خیلی ناراحتم، من دوست ندارم به اون چه که نیستم مشهور بشم و متاسفانه چنین اتفاقی افتاده الان، چون میدونم که فردای قیامت که این پرده ها کنار بره و این آیه از قرآن تحقق پیدا کنه که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، ما نامه اعمال انسان رو بر گردنش می‌ندازیم و یوم القیامت نخرج له کتابا یلقاه منشورا، کتابش رو باز می‌کنیم، جلوش گشوده می‌کنیم، بهش می‌گیم اقرأ کتابک، کتابت رو بخون، کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، امروز کافی خودت حسابگر خودت باشی. اون وقت با اون ساختمان عظیم قیامت که خدا ازش یاد میکنه و وضع علی کتاب، کتاب رو میارن و جیع به نبیین و شهدا، پیامبر رو میان، حضرت رسول تشریف دارن، امام زمان تشریف دارن، ائمه معصومین، حضرات شهدای گرانقدر، اون همه حاضرن. بعد اونجا اگه به من پیغمبر خطاب کرد که این آیه از قرآن شامل تو هم میشه، که پیغمبر گله میکنه، قال رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، که شما هم به عنوان قاری قرآن بودی، حافظ قرآن بودی، یه روزی تو این روزها صدا و سیمای جمهوری اسلامی با نعمت اسلام و رهبریت ولی فقیه اومد از شما به عنوان فرد موفق قرآنی فیلم برداری کرد، پس تو چرا قرآن رو محجور قرار دادی؟ اون موقع دیگه جوابی ندارم بدم برمیسی، از این سوالات من رو شرمنده میکنم، میشکنم تو درون خودم و دوست ندارم هیچ وقت.
از زمانی که عامله به این قضایی نشدم به این سوالات به اون نه جواب بدم. یه روز یه طوری باشه که واقعا روز قیامتم آدم زبونش لال نشه، چون اونجا خیلی سخته دیگه، اونجا زبون مثل الان نمیتونه همینطور هرچی اراده بکنی بگه، اونجا دیگه زبون مطابق عملی که فرستاده میشه.